همراه میشیم با مهر جاودانفر، کارشناس مسائل خاورمیانه و اسرائیل از تل آویو. آقای جاودانفر، چقدر فکر میکنین که این سفر کمکی بکنه به گرمتر شدن روابط حماس با عربستان سعودی، و چقدر فکر میکنین اصلا عربستان دنبال این قضیه باشه؟ به نظرم عربستان به دنبال این قضیه هستش. الان شاهزاده محمد بن سلمان به دنبال توازن ایجاد ثبات هستش در خاورمیانه، به خصوص برای کشور خودش ایجاد ثبات هستش برای عربستان، چون الان عربستان میخواد صدها میلیارد دلار سرمایه گذاری بکنه که تأسیسات غیر نفتی خودش رو و صنایع غیر نفتی خودش رو توسعه بده. حالا به نظر میاد که عربستان سعودی یک تصمیم جدیدی گرفته که با دشمنان قبلیش روابط رو بهبود ببخشه، برای اینکه بتونه این ثباتی که نیاز داره برای توسعه اقتصادش و توسعه صنعت غیر نفتی، این ثبات رو به دست بیاره. تا چه حد به نظر من بله، واقعا این گامهای اولی هستش برای بهبود روابط با حماس، ولی به ما نمیگه که در آینده اگر شرایط مطلوب باشه و مناسب باشه برای عربستان خواستار بهبود روابط با اسرائیل نخواهد بود. در حال حاضر شرایط مطلوب نیست. آقای نتانیاهو دولتی که داره برای عربستانی ها، سیاست های دولت کنونی آقای نتانیاهو برای عربستانی ها نزدیکی با اسرائیل و بهبود روابط رو سخت‌تر میکنه، به خصوص به خاطر اینکه بعضی از اعضای دولت ائتلافی های نتانیاهو افراطی هستن، ولی در آینده شاید این عوض بشه و عربستان روابط خودش رو با اسرائیل هم بهبود ببخشه. اما به نظر میرسه که گام هایی هم برداشته شده برای نزدیک تر شدن با اسرائیل. اون منطقه پروازی که اجازه داده بودن به خود به ویژه از عمان و مسیری که وجود داشت، چقدر فکر میکنین که ممکنه همون رو هم دچار اختلال بکنه نزدیکی به حماس؟ ببینید، معلوم نیستش، احتمالش وجود داره، ولی واقعا عربستان سعودی اقدامات اخیرش واقعا غیر، یعنی در اسرائیل کسی واقعا نمیتونه پیش بینی بکنه که عربستان همچین اقداماتی رو برخواهد داشت، به خصوص برای روابط بهبود روابطش با جمهوری اسلامی ایران، چون میدونیم که جمهوری اسلامی ایران عناصر بسیج سفارت عربستان رو آتش زدن و چقدر صدمه وارد کردن، و تازه بعدش هم حمله کردن به صنعت نفت و گاز عربستان و صدمه چند میلیارد دلاری زدن، چند ده میلیارد دلار. ولی با وجود تمام این اقدامات جمهوری اسلامی ایران، آقای بن سلمان، محمد شاهزاده بن سلمان روابط رو میخواد بهبود ببخشه برای با ایران، چون به دنبال ثبات هستش و برای منافع ملی کشور خودش حاضر هستش که هر قدمی رو برداره. اگر در فردا، در آینده، شاید ایشون تصمیم بگیره که شاید حتی امتیازات کنونی رو از اسرائیل بگیره، این احتمالش وجود داره، ولی فکر نکنم احتمال زیاد باشه، چون در این حال توازن رو آقای محمد بن سلمان میخواد نگه داره، و اگر زیاد از حد بره به طرف دشمنان اسرائیلی، میتونه مسئله رو براش دشوارتر بکنه، به خصوص در غرب و به خصوص در واشنگتن، جایی که اسرائیل حامی داره. سپاسگزارم از شما مهر جاودانفر، کارشناس مسائل خاورمیانه و اسرائیل از تل آویو با ما.